با تمام قدرت و قواش داره این موسیقی رو به جلو پیش میبره و نبض زمانو و اون حرکت رو به جامعه نشون میده که به هر حال غالب در جامعه خواهد شد به زودی انشاءالله. و ما خواهیم دید، شاهد آن خواهیم بود که در چه موقعیت هایی هر کاری که این مقاومت انجام میداد در ازاش رژیم واپسگرا سعی میکرد تقلید کنه از او که نمیتونست، چون ماهیتش ماهیت واپسگراست. Est-ce que c'est possible? On va donner un collier. Après tout de suite, ça veut dire qu'il me dit attends, 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 شما خودتون هم اشاره کردین شما در ساختن خیلی از ترانه ها و سرود های سازمان نقش داشتین، آیا خاطره ای هم از این کارا تو ذهنتون هست که بتونین برامون بگین؟ با کمال میل. یکی از خاطرات مهمی که به نظرم میاد، یک بار ما در برلین یک برنامه ای داشتیم که البته بسیار جنجال برانگیز بود و با اینکه بسیار هوای پر از طوفانی بارونی بارندگی اینا بود، ولی با این حال تونستن یک سن صحرایی تقریبا یک سن صحرایی درست کنن در خیابان و این برنامه با ارکستر فانفاری که به در نظر گرفتیم سازهای بادی و ضربه‌ای اینا ما تونستیم این کار بسیار عظیم رو ببریم روی همون سن صحرایی به قول خودمون به انجام برسیم و کار بسیار شاقی بود. ولی با این همه چون عشق به آزادی و عشق به این که ما به هر حال خودمون هستیم و نمیتونه کسی به زور ما رو وادار بکنه کاری رو انجام بدیم، بنابراین اون برنامه رو با تمام قدرت به انجام رسوندیم و اون یکی از خاطرات خیلی خیلی خوب من در دورانی بود که در کنار این مقاومت بودم و هستم. سرود رایت شرف سرودی بود که همزمان با تأسیس ارتش آزادی بخش، ارتش آزادی بخش ملی ایران ساخته شد و درست من همزمان یادم اون زمانی که من این سرود رو میخواستم بنویسم در اتریش منزل استاد علیوندی بودم، به طوری که استاد علیوندی به من گفتن که ببین اینقدر الان وضعیت حساسی که اگر من این در این خونه رو نبندم و نذارم شما اینجا کار خودتون رو بکنیم نمیتونیم برسیم این سرود رو. اینی که من این سرود رو در مدت یک هفته تا ده روز، فکر میکنم ده روز بود که نوشتم و برای ارکستر سمفونیک که ارکستر سمفونیک وین اون موقع با اون ارکستر اجرا کردیم و با دوستان دیگر خواننده، دوستان خواننده های ایرانی که در وین بودن این مهم رو انجام دادیم و سرود سرودی شد که امروز هنوز که هنوز هست ما وقتی گوش میکنیم ارزش و موقعیت اونو حس میکنیم که در چه راستای این سرود ساخته شده و به هر حال برای ارتش آزادی بخش سرود ساخته شده بود. من یادم هست که اون زمان حتی برای اجرای اثر مجبور شدیم یه بخشی چون یه مقدار از لحاظ تکنیکی یه مقدار دشوار بود مجبور شدیم حذف کنیم بعضی قسمت‌ها رو برای ارکستر، ولی خوشبختانه در مجموع یک قطعه شسته رفته و خوبی در اومد.